فیلم هنری شب جمعه، قصه حقیقی زندگی، نویسنده رامین احمدیار. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان به نام فیلم هنری شب جمعه را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال یوتیوب فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را فشار دهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا هم ایمیل آدرس fcmedia74@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. فیلم هنری شب جمعه. سابقا که نه اینقدر چینل های تلویزیون های بی برنامه و با برنامه بود و نه اینقدر سی دی و دی وی دی و کیبل و انترنت و ترتولگت دیگر، فقط یک تلویزیون بود به نام رادیو تلویزیون افغانستان. شبهای جمعه که می شد، یکی ساعت 6 شام که تلویزیون شروع می شد، فیلم شب جمعه را اعلان می کرد. که عموماً ما برق نداشتیم و در مورد فیلم و نام فیلم از آن طریق خبر نمی شدیم. اما در همسایگی خاله ام در خوشحال خان منه، یک کارمند تلویزیون ملی زندگی می کرد. یک خانم فوق‌العاده زیبا و لکس و شیک پوش بود. چون در آن وقتها هر کس و ناکس را در تلویزیون کار نمی دادند. باید چهره تلویزیونی و دانش می داشت. عصرهای روزهای پنجشنبه با همه بچه ها در دهن کوچه منتظر خانه می نشستیم تا از وظیفه برگردد و مجرده که از موتر بس رایف رادیو تلویزیون پیاده می شد، همه بچه ها به طرفش می دویدیم. با یک عالم سلام و کلام جویای نام فیلم هنری هندی شب جمعه می شدیم. خانم با یک لبخند زیبا و با یک چند دقیقه مزا و دلوی نام فیلم بر ما می گفت و ما همه مانند این که یک خبر بسیار خوش شنیده باشیم به طرف خانه های ما می دویدیم و سر هر کس به استیلا شیرینی می خوردیم. بعد از آن شب را با یک عالم دعا و ثنا به درگاه خداوند که باش برق نرود تا وقت فیلم سپری می کردیم. خصوصا که یگان فیلم خوب به استیلا امیتاب بچنی و درمندری و یا هنرپیشه خوب مورد علاقه ما می بود و در عین زمان برقای لعنتی نمی بود، ما دیگر نامهای پیغمبران و چاریار را چندین بار می گرفتیم که پیش خداوند یک شفاعت کنند تا برقای ما بیاید. یکی می گفت که ما به کرامات حضرت علی بسیار باور دارم و اگر بگویم که یا علی برقا بیایه می آیه خب فعلا نمی گم. دیگری می گفت که ما به غوث الاعظم دستگیر بسیار باور دارم که اگر یک بار بگویم فورا برقا می آیه. اما بعضا برقای لعنتی می آمد و یگان وقت هیچ نمی آمدن. خلاصه وقت برق می آمد، چی یک هیاهوی برپا می شد. غریب از قبله می برآمد و هر کس کوشش می کرد که یک جای خوب برای خودش اشغال کند. در همسایگی ما چند خانواده زندگی می کردند که چند تایشان بسیار غریب بودند و صرف یک یکی چیز و ناچیز پول دار که تازه یک تلویزیون کلان رنگی هنگری خریده. به دلایل نام های همسایه های ما را نمیگم و یا یکی که تغییر میتون. خلاصه شب که میشد، خرد و بزرگ همسایه های غریب به خانه همسایه های تلویزوندار از زمین و از هوا یورش می بردند. بچه همسایه تلویزوندار ما یکی از دخترهای همسایه بی تلویزون ما را دوست داشت و استیلا نفریش بود. این دختر وقتی از روی بام میخواست که به خانه غلامشان بره، غلام مثل جن در دهن در ورودی بام حاضر میشد و همیشه سر و صدایشان میبرآمد. خانه ما دو منزله بود و دیگه خانه ها به خوبی دیده میشد. یک شب به بام خانه ما رفتم تا ببینم که چه حال محال است. دیدم که غلام
به دختر میگه که اجازه نیست، ولی دختر و خواهرش پافشاری دارن که به تو چی؟ خود کاکا بر ما گفته که میتونیم بیاییم و فیلم ببینیم. بالاخره با غلام به موافقت نمیرسند و غلام هیچ زیر بار نمیره. دختر میپرسه که حال چی میخوای و لوده؟ فیلم ده چند دقیقه بعد شروع میشه. غلام حرامزاده با یک عالم شیطنت میگوید که اول یک ماچ بتی، بعد برو فیلم بیبی. دختر دو دشنام میته و زیر بار نمیره و خلاصه فیلم هر دقیقه نزدیکتر میشه و دختر و غلام مثل مار زخمی تو پیچ میخورند و بالاخره دختر حاضر میشه و میگه خوب است لعنتی خدا زده، بیگی گم شو، حال فیلم شروع میشه. و غلام حرامزاده مثل یک فاتح با یک عالم خوشی و خوشحالی یک ماچ قایم فرانسوی میگیره و اجازه ورود سینمای خانگیشان را میته. دختر جای ماچ مردار غلام را با نوک چادرش پاک میکنه و با یک عالم دو دشنام داخل خانه برای دیدن فیلم میره. در آن وقتها چه دردآور بود این تلویزیون ملی، به خاطر که میدانست همه منتظر دیدن فیلم هستند، اعلان میلان نبود و حزب حاکم آن وقت یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک نشریه داشت که پیش از انداختن فیلم یک اخبار 4 صفحه‌ای را پشت و روی و خانش می گرفته. چند بار می رفتیم دست روی خودم می شستیم، البته با آب یخ، تا از خواب رفتن لعنتی جلوگیری کنیم. ولی هیچ نبود که اخبار حقیقت انقلاب ثور به اصطلاح خلاص شود. حتی بعضا نطاق بیچاره را خواب می گرفت و تشنه می شد و آب می نوشید. ولی از ختم شدن حقیقت انقلاب ثور هیچ خبری نبود که نبود. خلاصه بعد از 7 خان رستم فیلم شروع می شد. پیرها و ما اشتکا را در نیم فیلم خواب می برد. و تنها جوانهای کاکا و زدی فیلم را میتونستن ببینن. فقط کسی که هیچ خواب نداشت و منفعت میبرد و غلام حرامزاده بود و بس. پایان داستان. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.